من کلب زینم مجنونه تو قیم رفتونه تو قیم ما در باب قرآن بسته است همچی میدان باز نیست اصلا مالک زمین امامه امام و حجت خدا مالک زمین مالک زمین ما من قبول ندارم از زمین میرم اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن علی و معاویه یه جا برن امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده میکنه منو به امام حسین در ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز او بر همه معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده نبوت تمام نشده ها تا فاطمه هست ادامه اون نبوته هنوز بقیه دارد هنوز همه طالب به بشر نرسید نور امیر المؤمنین شکافته شد فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه همه ملائکه خلقتشون از نور امیر رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده واسطه نیست بین امام رضا و خدا خود امام رضا مشیت یعنی منو بل من جن طب یعنی منو بل من جن بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما بینندگان عزیز در برنامه امروز برهان قاطع به سوره نور رسیدیم به سوره مبارکه نور که واقعا نور هست همه قرآن نوره ولیکن این نور علی نوره صفحه 351 و 352 از این سوره رو امروز ما ورق میزنیم تا دلایلی رو پیدا کنیم بر ضد مذهب شیعه امروز من دلیلی براتون میارم که مهمترین دلیل از نظر خودم بر برتری سنی ها و شیعه هاست عصبانی نشید گوش کنید اولش یک داستان براتون بگم داستان حقیقی که مربوط به همین دو صفحه هست روز روزگار شبکه‌ای بود به نام شبکه ولایت نماینده حوزه علمی قم که درست شده بود که به قول خودش سنی ها رو شیعه کنه باز در مقابلش شبکه های ما درست شد و اینها دعوت به مناظره کردند و بنده با اینها مناظره کردم و 6-7 جلسه مناظره کردیم و من یقین دارم کسایی که اینا رو برکنار کردن آدم های عاقلی بودن چون که اینا که آخوند هستن و حوزه علمی قوم هم هستن در اطلاعات هم بودن اطلاعات دولت ولیکن برکنار کنندگان اینها طبق خبر یقین اطلاعات سپاست ظاهرن سپاه هم خبر خوبه هم خبر بده خبر خوب به این است که اینا رو جمع کرده خبر بد به این است که در مملکت 4 تا آدم باهوش هم پیدا میشه یقین دارم علت نابودی این شبکه و برکناریش همین تیمش همین بوده من با آقای به نام حجت الاسلام عباسی مناظره داشتم هرگز تصور نمیکردم میدونستم که آخوندا حیا ندارن هرچی دلشون میخواد میگن اما فکر نمیکردم دیگه در مناظره وقتی صحبت از آسمانه بره زمین وقتی صحبت از زمینه بره زیر زمین وقتی صحبت از زیر زمینه بره در مورد خیار بحث کنه وقتی در مورد خیار بحث هست اصلا تو بحث نمیستاد بره در مورد مثلا کچلی بحث کنه از شما پنهان نمی کنم حیران شدم از بی‌حیایی این آدم که این چرا در موضوع بحث وا نمیسته قرار بود که شنبه روزی با اینا مناظره کنیم مناظره سوم بود یا چهارم یادم نیست روز جمعه که روز قبولی دعاست من دعا کردم که خدایا یک دلیل قاطع به من بده که دهان اینا رو ببندم هرچی که بسته نمیشه دهان اینا خب حیا نداره که دیگه حرف نزن صحبت ما در مورد صحابه بود که صحابه مردم خوبیه به شیعه که میدونی عقیدش هست که صحابه مردم بدیه آقا نمیدونم یادم الان دقیقا نیست که در سجده بودم یا در چی بودم تا همین نماز یادم اومد که عجب دلیلی من دارم اون دلیل امروز براتون میگم و روز بعد این دلیل براشون گفتم ها جواج موندن و تمام باز رفتن توی موضوع دیگه قبول که نمی کنه ولیکن اون دلیل از بین نمیره و من تعجب هستم از اسلوب قرآن تعجبم باید نکنم کلام الله هست برای من این یکی از
دلانگیزترین خاطراتی است که من در زندگی دارم. اولا که مدد الهی رو دیدم که این آیه رو به ذهن من آورد، چون آیه رو کسی تا حالا اینطوری تفسیر نکرده بود. این است که قرآن با تو حرف میزنه، تو مشکلی داری به قرآن عرضه کن، قرآن برات جواب میده. مشکل من این بود که من گفتم یک دلیل بیارم که دهان اینا بسته بشه و اون دلیل اومد. اول شما بیایید یه سه کلیپ ببینید قبل از اینکه ما بریم تو صفحه صحبت کنیم در مورد نظر این شیعه ها، هرچند که آنچه که عیان است نه حاجت به بیان است، چه حاجت به بیان است، ولی بازم برای تاکید ببینید که شیعه در مورد صحابه چه نظری داره و بشنویم کلیپ اول. احکام الله سبحانه و تعالی، لانه الارتداد فی اللغه به معنی الرجوع، نقول رد يعني رجع، فالارتداد صحيح الآن في مصطلحنا وهو حقيقة متشرعية بمعنى الخروج عن دين الإسلام، ولكن في حقيقته اللغوية وبهذا المعنى في القرآن أيضا مستعمل هو الرجوع عن أصل الإسلام أو عن بعض الأمور المرتبطة بالإسلام. يعني واحد مسلم لكنه يرتكب المعاصي، فهذا بهذا المعنى اللغوي هو مرتد عن الإسلام، ليس بمعنى أنه كافر، وإنما بمعنى أنه ارتد عن أحكام الإسلام. أو مثلا عندما ترد الرواية ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا مجموعة قليلة، وهذه الرواية ليست موجودة في كتب الشيعة فحسب، بل معناها موجود في كتب العامة أيضا، في البخاري أيضا موجود الصحيح عندهم. أن بله، این انسان خبیث داره میگه که حدیثی رو میارن که بعد از پیامبر همه اصحاب مرتد شدن غیر از سه نفر، باز یکمی زیادش کردن 7 نفر بعد از پیامبر، بعد از وفات پیامبر. داره اون حدیث براتون میگه، خلاصه حرفش همین بود. و جالبه که میگه در کتب اهل سنت هم موجوده، میگم حیا نیست، یعنی در کتب اهل سنت موجود است که همه صحابه مرتد شدن به نگفته اینا. یعنی اگه انسان یک حیایی داشته باشه، مثل اینکه یکی بیاد مثلا یک مسیحی بیاد ما باز کنه که آقا در قرآن شما نوشته زبانم لال خاک به دهن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، زبانم لال خاکم به دهن دزد بوده، میگه در کتاب شما هست. خب این گفتن این حرف از زبان یک مسیحی هم نشان از بی حیایی مسیحی است. ما چطور ممکنه در کتاب ما نوشته شده باشه که صحابه همه مرتد شدن؟ تو کتاب ما، اونم مهمترین کتاب ما. حالا بعد از میخوام بگم که یعنی عقیده همه شیعه هاست. حالا عکس دو خبر دو فیلم دوم ببینید. روایتش که در کتاب صحیح بخاری وجود داره که بعد از پیغمبر همه اصحاب مرتد شدن جز عده انگشت شمار. اگر صفحه مانیتور بند نشون بدید، کتاب صحیح بخاری جلد 5 صفحه 24 07 که روایت ما بارها و بارها خوندیم از ابو هریره است که از پیغمبر، که پیغمبر میگه من خوابیدم که گروهی از اصحاب من رو میارن که من اونها رو میشناسم، اونها رو میبرن کجا؟ میبرید الی النار، به سوی آتش جهنم. میگه چیکار کردن اینها؟ انهم ارتدوا بعد که علی ادبارهم القهقرا، همه اینها مرتد شدن و به اون گذشته خودشون برگشتن. بعد گروهی دیگه رو میارن، من اونها رو میشناسم، صحابه رو میارن گروه گروه میارن، همه وارد جهنم میشن الا مثل حمل نعم، جز عده انگشت شمار. همه صحابه بعد از پیغمبر طبق این روایت صحیح بخاری مرتد شدن جز عده انگشت شمار که میشه خانواده امیرالمؤمنین، الا اهل بیتی، فقط اهل بیت امیرالمؤمنین هست که اینجا از این استثناء میشه و یک عده دیگر بقیه همه طبق روایت صحیح بخاری اهل جهنم میشن. چرا؟ چون در غدیر پیمان بستن و اون رو در سقیفه شکستن. این رو هم برحال روایت چون زیاد هست، فقط همین یکی رو گفتم که برحال. خب خیلی متشکرم. حیا نباشه، پیامبر ما فرموده که اگه حیا نداری هر کاری دلت میخواد بکن، از بخاری هم اینو در بیار. تازه راوی هم ابو هریره است که خودش از نظر اینا کافر است، یعنی حدیث یک کافر رو قبول کردن. عرضم به معنیش چیه؟ یعنی میگه در کتابای ما که هست، که هست در کتاب شما هم هست، حیا نیست. اینم هم از همون تیمی است که با من مناظره کرده. روز اول اینا بودن، باز اینا رفتن، روز دوم یکی جلو اومد، بقیه پشت سر بودن، چون بهش گفتن آقا 5 نفری چرا میرید؟ ای بس. خلاصه اما اینم البته از اونایی است که ترد شده، بیرونش کردن آقای یزدانی.
و در پستی این آدم همین بس که خودش از افغانستان هست آمده ایران پشت افغان حرف میزنه، یعنی اومده ایران چون که خدمت وزارت اطلاعات کرده به شناسنامه دادن، پس علی ملت خودش حرف میزنه، یعنی بهشون توهین میکنه. من یک بار تو برنامه هم گفتم یعنی این دم دستگاه انسانهای واقعا رسل رو جمع کرده. یعنی حالا من برم مثال فرض کن همچنین بسیار از ایرانی ها رفتن تو آمریکا، مثلا آمریکایی شدن، اما علی خود ایرانی ها که حرف نمیزن، نمیگه ایرانی ها مردم بدین، علی دولت شاید بگن، اما میگه ملت ایران فرهنگ بزرگ داره و فلان داره. یه نمیشه که آدم از یک ملت بیرون اومد باز همون ملت رو بد بگه. من به الفاظ بد، حالا ما از بس خودمون دور نشیم. سوم به شما نشون میده در این چیز که در این عکسی که به اتاق فرمان به شما نمایش میده در کلیپ سوم، در اینجا لطفا بیارید اتاق فرمان، در اینجا داره میگه که آقا امام، یکی از اماماشون میگه به یکی از اصحاب خودش که شیطان میگه فقط هدف شما هستی، از بقیه میگه خیالش راحت، یعنی هم بقیه رو کافر کرده فقط همین شیعه مونده، یعنی شیطان هیچ کاری نداره مگر اینکه شیعه ها رو کافر کنه، چون بقیه دیگه نوکر شیطان، از جمله سنی ها دیگه، یعنی این عقیده شیعه است. خب حالا اگر تموم شد تا فرما من خبر بدید. بله حالا میریم به صفحه ای از صفحات قرآن که بحث امروز ما 351 و 352 از سوره نور. داستان اینجوری هست که در این سوره صحابه به شدت توسط الله جل جلاله تعریف نشدن در اینجا، بلکه به شدت ازشون انتقاد شده، تهدید شدن. داستان اینطور بود که حضرت عایشه به تهمت شیعه ها، اینجا این داستان نمیگه، این صفحه که صحابه رو توهین، خداوند به صحابه توبیخشون کرده، تشر زده بهشون، شیعه اینو نمیخونه، چون اگر اینو قبول کنه باید قبول کنه که حضرت عایشه پاک بوده، چون که مسئله حضرت عایشه بوده که به حضرت عایشه جا مونده بود از کاروان، یه عده منافق بهش تهمت زدن و بقیه مؤمنین پچ پچ کردن. مؤمنین کارشون چی بوده؟ پچ پچ، یعنی حرفی رو که شنیدن گفتم شنیدی عایشه در اونجا مونده بود با فلانی، مؤمنین فقط همین کارو کردن، حرف شنیده رو گفتن. این رو خداوند جل جلاله این کار خوشش نیومد و به شدت اینا رو توبیخ کرد تو این صفات. اما شیعه نمیگه چرا، برای اینکه در این صورت باید قبول کنه عایشه رضی الله عنها آدم موجود انسان پاکی بوده، ولیکن هرچند شیعه کوشش کرده میگه نه، این آیات در مورد حضرت ماریه است، در حضرت عایشه نیست، در مورد هر کس که هست در این آیات صحابه بهشون خداوند تشر زده، تهدیدشون کرده. میخونم الان برات. چرا شیعه نمیخونه؟ برای اینکه میگه آقا همین اینم بخونم، متوجه موضوع اصلی هم نیست، اینم میگه بخونم، باز میگن آقا مال عایشه بوده، عایشه پاک دامن میشه، ولش کن این اصلا نمیخونیم، میریم تو بخاری از زبان ابو هریره دروغ یه چیزی در میاریم. خب آیه رو ببینید چه جوریه، معنیش نگاه کنید، تو متوا فرمان بیارید. ان الذين جاءوا بالافك اسبه منكم، کسایی که تهمت رو آوردن، همون تهمت مشهور به حضرت عایشه یا به قولش یا به حضرت ماریه، به حضرت عایشه رو که یه چیز مسلم است، اونها گروهی از شما هستن، گروهی از شما اسبه به معنی چند نفر، کمان که در سوره یونس اومده، معذرت میخوام، در سوره یوسف که وقتی پدرشون گفت که میترسم یوسف رو گرگ بخوره، اونها گفتن چطور ممکنه گرگ بخوره، ما اسبه هستیم، ما یه گروهی قوی هستیم، 9 نفر 10 نفریم چطور میشه، یعنی یه تعداد کمی بود. اینایی که این تهمت اصلا ساختن اینا بودن، خداوند اینا رو اصلا دیگه حسابشون رو جدا کرده، اینا رو گفته عذاب میکنم، عذاب علیم میکنم، دنبالش میفرماد لا تحسبوه شرا لكم بل هو خیر لكم، فکر نکنید که این تهمت برای شما ضرر داره، بلکه اون خیر است برای شما. لكل امر منهم ما اكتسب من الاسم، برای هر کدوم از اینایی که این تهمت زدن چی خواهد بود؟ عذابی خواهد بود، پاداش گناه خود رو خواهد گرفت. والذی تولا کبره منهم له عذاب عظیم، و کسی که رهبر اینا بوده، یعنی عبدالله بن ابی، حالا خداوند اسم نبرده، میگه برای اون عذاب عظیم است. خب این آیه 11 بود، داستان افک گفت که آقا شما این تهمت بود، خداوند گفت فرمود این تهمت بود به حضرت عایشه، ولیکن خیر شما بود، ضرر شما نبود، و کسی که این حرف زده ما عذاب رئیسشون رو عذاب علیم میکنیم، بقیه رو هم عذاب میکنیم. حالا خداوند خطاب میکنه مؤمنین رو بعدش، خوب توجه کنید،
مؤمنین و مؤمنات یعنی کیا؟ یعنی اصحاب رو اینجا خطاب میکنه. ببینید چه خطاب میکنه. لولا استمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. میگه چرا وقتی شما شنیدید، وقتی که شنیدند مؤمنین و مؤمنات این حرف تهمت رو، چرا گمان نیک نکردند؟ چرا نگفتن خدا از این غضب کرده بر مؤمنین و مؤمنات که چرا اینها گمان نیک نکردن؟ طرف زده به یک زن مسلمان تهمت زده، اینا نگفتن که حرف مفت نزد، حرف پچ پچ کردن. و چرا نگفتن و قالو هذا افک مبین، چرا نگفتن که این یک تهمت آشکاره؟ چرا باید میگفتن یا الله جل جلاله؟ مگر نه این بالاخره خبری شده دیگه، حضرت عایشه از کاروان جا مونده، حضرت صفان هم که به اصطلاح دنبال می اومده تا چیزای سازمان آسمان چیز بیاره، یکی در کاروان از دور همیشه عقب کاروان بوده تا چیزای جا مونده رو بیاره، این اومده حضرت عایشه جا مونده، او رو سوار شطور کرده آورده شهر، منافقین شروع کردن به حرف زدن. خب یه چیزی بوده که مردم چیزا رو گفتن. الله گفته شما چرا گفتید؟ اولا که در اینجا مسلمان ها رو مؤمنین و مؤمنات خطاب میکنه، و شیعه میگه نه حالا کاری نداریم، ولی جلو یک حرفی میزنه که دیگه جواب نداره. خب چرا خدا جون ما این تهمت رو پیچ پیچ نکنیم؟ در آیه بعد خداوند جل جلاله میفرماد چرا. لولا جاءوا علیه بأربعه شهدا، چرا میگه چهار تا شاهد نیوردن؟ آدم که تهمت میزنه، آدم که یک چیز به این بزرگی میگه، یک مؤمن رو میگه زناکار، یک مؤمنه رو میگه زناکار، با چهار تا شاهد بیاره، پیششون شاهد بوده؟ لولا جاءوا علیه بأربعه شهدا، چرا چهار تا شاهد نیوردن؟ فإذ لم یأتوا بالشهداء فأولئک عند الله هم الكاذبون، اگر چهار تا شاهد نیارن پیش خدا اینا کذاب هستن. حرف کذاب چرا پخش میکنین؟ سه تا بیارن قبول نیست. در مورد یکی سه تا آورده بودن، چهارمی نه شهادت نداد، گرفتن شلاق زدن هر سه تا رو. یعنی سه نفرم بگه قبول نیست، اینجا یه نفرم شاهد نبوده. خداوند به مؤمنین و مؤمنات میگه که اینا که شاهد نداشتن، شما چرا رد نکردی؟ مؤمنین و مؤمنات قبول نکردن، نگفتن که این تهمت راسته، فقط پچ پچ کردن، فقط رد نکردن. و در جمله در بینشون حضرت علی هم رد نکرد، خود پیامبر البته ساکت بود. میگه چرا شما رد نکردید این حرف رو؟ یعنی گناهشون فقط همین بود. ولی خداوند میفرماد چی میفرماد؟ ولولا، خوب توجه کنین آیه 14 رو، این آیه بود که در ذهنم آمد در همون روز مناظره، فکرم روز جمعه بود، برداشت مناظره داشت. ولولا فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم. خوب توجه کنید معنیشو. و اگر نمی بود، خداوند هنوز غضبش تمام نمیشه، میگه اگر نمی بود فضل خدا و رحمت خدا بر شما، به همین اصحاب داره میگه، فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت اگر این فضل من نمی بود، اگر این رحمت من نمی بود، در کجا؟ این کلمه رو میخوام ببینید، فی الدنیا و الاخره، اگر رحمت من به شما نمی بود در دنیا، و اگر فضل من بر شما نمی بود در دنیا، و اگر رحمت من بر شما نمی بود در آخرت، و اگر فضل من بر شما نمی بود در آخرت، به خاطر حرفایی که زدید شما را عذاب می کردم. از این معلوم میشه که الله جل جلاله بر اصحاب پیغمبر فی دنیا و الاخره، هم در دنیا هم در آخرت فضل و رحمت داره. خب شما فکر کن که در روز قیامت خدا به من فضل و رحمت داشته باشه، من جهنم میرم؟ من بلای سرم میاد؟ الله اینجا در این آیه در این چرا از چشم مفسرین پنهان مونده؟ برای اینکه آیه ظاهرا داره صحابه رو توبیخ میکنه، اما در عین توبیخ گفت که اگر نمی بود که من شما رو دوست نمی داشتم، یعنی چه کنم که مانعی من، الله میفرماد مانعی من از عذاب کردن شما این است که من شما رو دوست دارم در دنیا و آخرت. معنیش همینه، خداوند صحابه رو به خاطر کمک کردن به دینش دوست داشته، اشتباهشون رو در دنیا و آخرت به اصطلاح میبخشیده. ولیکن اینجا چون اشتباه از نظر الله جل جلاله در نظر الله جل جلاله بسیار بزرگ بوده، بیچاره گناهشون این نبوده که تهمت زدن، گناهشون این بوده که تهمت رو رد نکردن. ولی پیش خدا این برای صحابه دیگه میگه درست نیست که تو زنت پیغمبرت تهمت میزنن تو ساکت نشستی. میفرماد که ولولا
فضل الله علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخره لمسکم فی ما افستم فیه عذاب عظیم. من شما را عذاب عظیم میکردم اگر رحمت من مانع نبود. رحمت تو در دنیا خدا؟ نه، رحمت من در دنیا و آخرت. خب حالا با این آیات ما میتونیم بگیم صاحب جهنمی هستم، ما میتونیم بگیم صاحب بد هستم. خداوند در آخرت به مرتد رحم میکنه، در دنیا حالا رحم کنه، در آخرت فضل خدا بر مرتد است؟ ای شیعه، این آیه رو چرا برای مردم نمیخونیم؟ این آیه رو که در مناظره گفتم گیج و گنگ و منگ شد، رفت تو حرف دیگه، اونا کار دیگه نداره، از بحث میره بیرون. با شیعه که بحث کنی محال است که در موضوعی بحث بمونه. متوجه هستید؟ اما دنبالش ببین، برای این از دید مفسرین مخفی مونده این آیه، که آیه 15 داره توبیخ میکنه. نگاه کنید لطفا آیه رو بیارید. از تلقونه بی السنتکم، میگه شما وقتی که اون حرف رو در زبان خود میگردانید و تقولون بی افواهکم ما لیس لکم به علم، و با دهانتون چیزایی میگفتین که بهش علم نداشتید. شما علم داشتید که میگفتید آقا اینا تو خیابون، مثلا تو بیابون رفتن و این چی شد و چی نشد؟ و تحسبونه حینا و هو عند الله عظیم، شما فکر کردید که حرف زدن شما خیلی کوچیکه، که آقا شنیدی فلانی چی گفت، شنیدی فلانی چی گفت، در مورد مثلا فلان زن چی گفت، این پیش شما کوچیکه. و تحسبونه حینا، شما فکر کردید که این کوچیکه، ولیکن پیش خدا این خیلی بزرگه. داره صحابه رو نصیحت میکنه که دیگه تکرار نکنید. دوباره بهشون میگه، دوباره بهشون میگه ولولا استمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. چرا شما شنیدید نگفتید که جایز نیست ما در این مسئله صحبت کنیم؟ خدای پاک هستی تو، این بهتان بزرگ است، چرا میگی اینجوری نگفتید؟ هنوزم ول نمیکنه صحابه رو. ببینید در این صحابه کسایی هستن که متضرر شدن، مثل حضرت ابوبکر. خب به دخترش تهمت زدن، اون که پچ نمی‌کرده، اون صحابه دیگه پچ می‌کردن که خدا. پس اینها اصلا دیگه مؤمن در مؤمن هستن، ولی اینکه اون صحابه‌ای که با این پچ دوچار گناه شدن، هم خدا گفته که فضل من به شماست و رحمت من به شما در دنیا و آخرت است، ولی هی داره نصیحتشون میکنه. در آیه بعد دیگه مسئله رو واضح میکنه، اعیدکم الله، خدا شما رو پند میده، نصیحت میکنه، اختار میکنه، ان تعودوا لمثله ابدا، میگه مبادا دیگه در تا ابد این کار تکرار کنید، ان کنتم مؤمنین، اگر مؤمن هستید دیگه تکرار نکنید. دفعه اول نمیدونستید، عیب نداره، حالا دیگه تکرار نمیکنید. تا امروز هم هرگز یک ما مسلمان ها به یک زن شوهردار، یک زن پاکدامن، یک دختر، تا به ما ثابت نشه با 4 تا گواه تهمت نمیزنیم، چرا که وحشتناکه. خب بعد از این خداوند میفرماید اینجا، بعد از اینجا جالبه، خوب توجه کنید، از مؤمنین میاد به شیعه، اینجا که صحابه بودن. شاید بگه اونایی که تهمت زدن که شیعه نبودن، چرا نبودن؟ چرا نبودن؟ شاید بگید اونایی که تهمت زدن شیعه نبودن، چرا نبودن؟ شیعه تا امروز به حضرت عایشه تهمت میزنه، اونام در این کار مشترک بودن با شیعه در آزار دادن پیغمبر. حالا ببینید، فهمیدید خدا با صحابه چی کار میکنه؟ صحابه رو بخشیده، در دنیا و آخرت بهشون رحمت داره، بهشون فضل داره، بهشون برتری داده. آیه قرآن من که نمیگم، بحث و دعوام که نداریم. حالا ببینیم به کسایی که تهمت میزنن، مثل شیعه که صحابه رو تهمت زدن، مثل شیعه که حضرت عایشه رو تهمت زدن، خاص حضرت عایشه رو تهمت زدن، حضرت حفصه رو تهمت زدن، زنای پیغمبر رو تهمت زدن، در مورد اونها هم این آیه صحبت میکنه. خوب توجه کن، در مورد اونها هم این آیه توجه میکنه و ما از اونها میفهمیم که سرنوشت اونها در دنیا و آخرت چیه. سرنوشت صحابه که در دنیا بر ما شما معلوم شد، چوپانا بودن، پادشاه شدن، تا امروز هم پادشاه هست. حتی در کشور ایران هم با همه نفاقی که آخونده دارن، علنی نمیتونن فحش بدن، اگر دادن هم تلویزیونشون خودشون بستن، پادشاهیش هنوز هم هست، این عزتشون در دنیاست. وقتی که زنده بودن آمریکای روس زمان خود از بین بردن. حالا ببینیم که مخالفین گروه دیگه سرنوشتشون در دنیا چیه.
خب سرنوشت صحابه در دنیا وعده خدا راست در اومد، در آخرت هم حتما راسته. سرنوشت گروهی که به صحابه تهمت زدن، به زن پیغمبر تهمت زدن، ببینید که خدا در دنیا و آخرت چی گفته، همون ما میبینیم و شما دیگه باید بترسید. اگه دنیا همون تهمتی که همون سرنوشتی که خدا پیشگویی کرده برای کسایی که به حضرت عایشه به صحابه تهمت میزنن وقوع پیوسته، پس شما باید که بترسید که آخرت یه دفعه همین حرف خدا وعده خدا راست در نهید. خب ببینید، و یبین الله لکم الآیات والله علیم حکیم. خدا آیاتو برای شما بیان میکنه، علیم است و حکیم است، حواستون جمع باشه. این الذین یحبون ان تشیع الفاحشه، کسایی که دوست دارن که حرفای بد پخش بشه، فلذین آمنوا، مردم مؤمنین رو تهمت بزنن، لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخره، هم در دنیا در عذاب خواهند بود هم در آخرت. خوب توجه کنیم، هم در دنیا هم در آخرت. خواست بگه آقا شیعه که در دنیا در عذاب نیست، همین آخونده داره پادشاهی میکنه، همشون میلیونر شدن، کجا این آیه در آقا اینا که در عذاب نیست هستن؟ نه آقا جان، در عذاب نیستن، هستن. والله یعلم، خدا میدونه، و انتم لا تعلمون. خب حالا ببینیم عذاب اینا چی هست. عذاب فقط این نیست که تو مثلا به جای مرغ نون بخوری، ها؟ اگه مرغ خوردی و مثال صد تا مرض داشتی روحی و جسمی، تو در عذاب هستی. عذاب فقط این نیست که تو بگی من وزیر خارجه هستم، نه، تو بگی من دو نعمت، فقط این نیست که بگی من آقا وزیر، چرا آقا وزیر خارجه کشور چجوری در نعمت نیست؟ شما نگاه کنید الان در کلیپ چهارم ببینید وزیر خارجه ما در چه ذلتی است. این همون چیزی است که عذاب علیم فی الدنیا والآخره در مورد کسایی که تهمت میزنن هستش. بیارید ببینید چهارم رو. Good morning, Foreign Minister. Hi, how could are you? We ask you first about the restrictions that have been placed on you and your mission? Okay. How hard that will make your work, and whether you see this as a provocative action by the US? Well, it is certainly not a friendly action. It puts the members of the mission and their families under basically inhuman conditions. But for me, it's fine because I don't have any work anywhere other than the three buildings. آخه کجا این کارخانه داره است که وزیر یک خارجه کشور بره تو کشور دیگه براش ویزا بدن که از سه خیابون از 800 متر نتونه این ور اونور بره؟ بدبخت چرا رفتی؟ نمیرفتی اگر تو واقعا یکم عزت میداشتی. این لعنت شده در دنیا و آخرته. کسی که زنهای پیامبر رو توهین میکنه در دنیا و آخرت، الان آیه قرآن رو بهت میخونم، ما لفظ لعنت رو به کار نمیبریم، ولی خداوند همینجا فرموده عذاب علیم فی الدنیا والآخره در سوره در آیه 19. خب آیه بعد ببینید، ولولا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رؤوف رحیم. و خدا رو صابر باز میگه که من رؤوف رحیم هستم، به شما رؤوف رحیم هستم، چرا شما یه دفعه اشتباه کردید. اما آیه 23 رو ببینید، در مورد کسایی که تهمت رو تکرار میکنن، مثل شیعه که تا امروز تکرار میکنه، الله چی میفرماد؟ ان الذين، شوخی نداره الله، کسایی که یرمون المحسنات المقافلات المؤمنات، کسایی که زنهای پاکدامن بی خبر مؤمنه رو تهمت بهش میزنن، لوینو فی دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت اینا لعنت شدن. خدا اینا رو میگه من لعنت کردم. سبحان الله، این بدبختی که ما تو کشور ما میبینیم. خب ولهم عذاب عظیم، این بدبختی که ما در کشور ما میبینیم، این فکر میکنید دلتش چیه؟ مگه ما نفت نداریم؟ مگه ما گاز نداریم؟ مگه ما هر چیز نداریم؟ چرا ملت ما بدبخته؟ خب به خاطر همین است که لعنت شدیم، به خاطر تهمت زدن ما لعنت شدیم. الله شوخی نداره، ان الذين يرمون المحسنات القافلات المؤمنات، شوخیه؟ مؤمن عایشه داره میگه غافل، خبر نداشته بیچاره دخم تهمت خورده، پاک دامن، لو اینو فی الدنیا والآخره، هم در دنیا لعنت شدن هم در آخرت. ما در دنیا میبینیم که ظریف لعنت شده است. ولهم عذاب عظیم. خب حالا شما کلیپ شماره 5 رو لطفاً بیارید. خب ببینید، در این سایت وزیر اسرائیلی میگه ما 2 سال است داریم ایرانی ها رو میکشیم، منظورش پاسدارا و ارتش ایران در سوریه است، حالا به عراق هم رسیدن، تو عراق هم دارن میکشن اینا رو. دولت ایران همیشه میگه نه به من حمله نشده،
اون روز حتی اون وزیر اسرائیلی، نخست وزیر اسرائیل گفت ما ایرانی ها رو زدیم کشتیم. دو سال. پس ذلت فقط این نیست که شما فکر کنی انسان در کلبه بشینه و فکر کنی که در قصر نشست دنیاش خوبه. یعنی باور کنید حتی آدم مثلا بی قدرتی مثل من اگر یه همچه توهینی به من بشه یه کاری علیش میکنه، سر به شورش برمیارم، دعا به من حمله، چرا هر روز خونه من سنگ میزنی؟ یه کاری میکنم. ولیکن دولت ایران اصلا میگه نه، من سنگ نزد، نفرای من کشته نشدن، همین چند روز پیش 40 نفر دیگه شونم توی عراق کشتم، اما فرمانده. این ذلته. این همون چیزی که الله میفرماد کسایی که مؤمنات غافلات، محسنات المؤمنات، محسنات الغافلات المؤمنات رو پاک دامن بی خبر مؤمن رو تهمت میزنه، لو اینو فی دنیا و الاخره، در دنیا هم لعنت شدن، آخرتشو بس خواهیم دید. در دنیا لعنت شدم، این لعنته که وزیر خارجه هستی اینقدر به اهمیت نمیدن، وزیر خارجه کشور هستی اینقدر به تو اهمیت نمیده که تو کشور دیش رفتی میگه از خیابون بیرون نرو و تو هم میری و میخندی. وزیر اسرائیلی میاد تو با این ارتش تو به قول خودت نمیدونم موشکت علنی میگه من تو رو میکشم و کشتم و بازم میکشم، تو نشسته هم تو میخندی. این ذلته. این چیزیه که در دنیا اینا لعنت شدن، زندگی خصوصیشون هم پر از لعنته. آخونده من دروغ میگم؟ نه، شما رو خدا من بهتون دروغ میگم. آیا زندگیتون پر از لعنت و مشکلات نیست؟ نمیشه محال است که حرف خدا دروغ باشه. محال است که حرف خدا من جل جلاله دروغ باشه. محال است. و خودتون میدونید. خودتون اعتراف کنید که من راست میگم. من که غیب نمیگم، من میدونم، از قرآن دارم بهتون میگم. پس آخرتتون هم خراب میشه اگر که توبه نکنید. دست بردارید از توبه زدن به زن پیغمبر. دست بردارید، خجالت بکشید، حیا کنید. و آیه آخری که در اینجا میبینیم دیگه مهر میزنه، مهر کفر میزنه به کسی که به این آیه عمل نکنه. الله میفرماد بعد از اینکه داستان افک گفت که حضرت عایشه پاک دامنه، میفرماد الخبیثات للخبیثین، زن خبیث مال مرد خبیثه، والخبیثون للخبیثات، و مرد خبیث مال زن خبیثه. یعنی اگه حضرت عایشه زبان لال خاکم به دهن خبیثه میبوز، من عذر میخوام، از خودم هم عذر میخوام، میبود و شوهرش هم اینطور میبود. نمیشه. خداوند اینجا میفرماد الخبیثات للخبیثین والخبیثین للخبیثات، زن بد مال مرد بده، مردای بد مال زنای بدم، و طیبات للطیبین، زنای پاک مال مردای پاکن. آیا حضرت محمد پاک بود یا نه؟ ای علمای شیعه. پس میگه زنای پاک مال اونن. چطور به حضرت محمد که میرسی معلم بگم زن خامنه ای بد بوده، شما میگه توهین نکن؟ چطور به حضرت محمد میرسی؟ من که میگم زن خامنه ای بد بوده توهین به خامنه ای نکردم، میگم حضرت امام خامنه ای فلان و بهمان، ولی زنش آدمه کافر مرتد خائن جاسوس، میگه آخه توهین داری به خامنه ای میکنی؟ این ملت شما چرا نمیفهمی که تو داری توهین میکنی به حضرت پیامبر؟ و طیبات و طیبین، زنهای پاک مال مردهای پاکن، و طیبون و طیبات، مردهای پاکن مال زنهای پاکن. اولایکه مبرعون مما یقولون لهم مغفره و رزق کریم، اونها از تومت ها پاکن، اونها براشون رزق است و مغفرت است. در خانه اگر کس است همین آیه 26 از سوره نور بس است. آشیه اینجا ول نمی کنه، حیا که ندار. آخوند شیعه میگه که آقا چطور زن حضرت لوط و زن حضرت نوح اگر بد نبودن، چطور مگه مال حضرت لوط نبودن زنش، از مال حضرت نوح نبوده زنش؟ اینجوری میگه، خجالت نمی کشی؟ مال زن نه نبوده، نبوده. زن حضرت لوط اگر مال حضرت لوط می بود چرا عذاب سر زنش اومد و سر لوط نیامد؟ برای اینکه محال از خداوند اجازه بده. و زن حضرت نوح هم، و حضرت لوط نمیدونست زنش بده. اگر میدونست وقتی اون سه فرشته اومدن، اون سه فرشته که اومدن اونا رو چرا گفت بشینید شب بریم خونه؟ سه فرشته به صورت نوجوان اومدن، مردم قوم لوط هم مردم بدی بودن، خب شب برد بشه زن خودش دیگه، فکر میکرد زنش که رازداره. یعنی حضرت لوط اگر خبر میداشت که زنش بد بود خب طلاقش میداد، ولی خداوند جل جلاله که خبر داشت زن رو، زن یعنی در ظاهر منافق بود حتما،
در داخل با اونا بوده. ولی شما که نمیتونید بگید حضرت پیامبر خبر نداشت. شما که میگید پیغمبر غیب میدونست، حالا به فرض که حرف ما رو بگید که پیغمبر غیب نمیدونست، خدا که غیب میدونست. همونطور که بین زن لوط و حضرت لوط، بین زن نوح و حضرت نوح جدای انداخت، باید بین زن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خود پیامبر جدایی مینداخت. ولی ما میبینیم که بعد از وفات پیامبر هم گفت بین شما جدایی نیست. بعد از وفات پیامبر همه این زنها از شوهر مرگش، زن مرگ شوهر تمام میشه، باعث جدایی زن شوهر میشه، زن میتونه بره شوهر کنه. اما پیامبر عده هر زنی بستگی به اصطلاح نوع طلاق یا وفات داره، مثلا 4 ماه و 10 روزه. بعد 4 ماه و 10 روز زنه میره دنبال کارش. اما زن پیامبر چون زنش در دنیا و آخرت هست، عدهش تا آخر عمر بوده. برای همین تو خونه پیغمبر تا آخر عمر نشسته، هیچ کس بیرونش نکرده، چون زن در عده باید تو خونه شوهر بشینه. 47 سال تو دنیا زن پیغمبر بود در حالی که پیامبر وفات یافته. اینو تو مقایسه میکنی با زن لوط، اینو تو مقایسه میکنی با زن نوح. خدا سر حضرت عایشه بلا آورده، در آتش سوزاندش، در آب مثل زن لوط غرقش کرده، زن نوح چنین کاری نکرده. مقایسه چرا اینجوری میکنی؟ مقایسه درست نمیکنی. اگه قرار باشه که ما بگیم آقا زن لوط بد بود، پس چرا زن حضرت علی بد نباشه؟ الکی که نمیشه که. ما باید ببینیم که اگر بد بود خدا با این زن چه کرد؟ چطور خدا بین زن لوط و زن نوح و زن پیامبر فرق گذاشت؟ این یکی رو گفت در خانه پیامبر بشین، یعنی در ذریع پیامبر بشین، از نظر شما مقدس تر اینجا. هیچ جوابی ندارید، فقط یک جواب دارید، از بس برو بیرون. او نوکر عربستان است، نمیدونم پول از عربستان میگیره، نه چرت پرت بگو. یاوه به باف جواب نداری. خدا کنه که من شیطان رجیم باشم، من برای دارم آیه قرآن رو میخونم. جواب بده. 352 صفحه شد ساکت هستی چون جواب نداری. اگه جواب میداشتی بالا ولم میکردی، ول نمیکردی که. الله به همه مسلمان ها رحم کنه، الله به همه شیعه هم رحم کنه، که این چه عقیده فاسد است که هیچ کس در کره زمین نیست که یک آدمی رو دوست داشته باشه با زنش بگه که بد بود، و در حالی که اون مرد زنش رو دوست داره و باهاش تا آخر عمرم زندگی کرده. هیچ کس در دنیا هم چیزی نیست، هیچ رهبری، نه ملحدش نه غیر ملحدش، ما ندیدیم که پیروانش اگر خود مرد رو دوست داشته باشن زنش رو فحش بدن، غیر از مذهب شیعه، آخوندهای شیعه که دیگه در نفاق دست عبدالله ابن عبی رو از پشت بستن. الله اونا رو هدایت کنه، برای الله آسونه. الله حافظ و نگهدار همه شما. من کلب زینب مجنونه، تو قیم رفتونه، تو قیم رفتونه. ما در باب قرآن بسته است، همچین میدان باز نیست. اصلا مالک زمین امامه، امام و حجت خدا مالک زمین، مالک زمین ما. من قبول ندارم از نمیرم. اگه بنا باشه علی و عمر یه جا برن، علی و معاویه یه جا برن، امام حسین در اون وقتی که هیچ فریاد رسیده نیکنه منو به حضرت بکنه، امام حسین در اون ملک و جن و بشر و ذرات عالم همه امامشون امروز او بر همه. معنی بیان بودنش نیست که همه میفهمن. جای قرآن و آیات الهی در سینه یه عده است که خدای متعال علم عطا کرده. نبوت تمام نشده ها، تا فاطمه هست ادامه اون نبوته، هنوز بقیه دارد، هنوز همه طالب به بشر نرسید. نور امیر المؤمنین شکافته شد، فتق نور اخی علیم خلق منه الملائکه، همه ملائکه خلقتشون از نور امیر. رضا وقتی میرسی در خونه امام رضا نباید به امام رضا بگی امام رضا از خدا بخوا مریضمون رو شفا بده، واسطه نیست بین امام رضا و خدا، خود امام رضا مشیت. یعنی منو بل من جن طبو، یعنی منو بل من جن طبو.